بزرگترین برادر خانواده محمد مهدی برهانی زندانی سیاسی زمان شاه بود. وی در مرداد 61 دستگیر و در زندان اوین زیر شکنجه به شهادت رسید. وی به هنگام شهادت 27 ساله بود. محمد علی برهانی 24 ساله در شهریور 1360 در قزوین اعدام شد. پیکر او را به شرط نگرفتن مراسم تحویل پدر برهانی دادند، اما مردم به طور گسترده در تشییع جنازه او شرکت کردند. دو برادر دیگر، احمد برهانی 27 ساله در قتل عام زندانیان در اوین در مرداد 67 و محمد حسین برهانی 25 ساله در مرداد 67 در گوهردشت اعدام شدند. مجاهد شهید مینو محمدی، همسر محمد مهدی برهانی، در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در قزوین به شهادت رسید. همچنین محمد مفید برهانی در عملیات فروغ جاویدان و محمد حسن برهانی در عملیات چلچراغ به شهادت رسیدند. خواهر مجاهد خدیجه برهانی، تنها بازمانده این خانواده، در سال 60 در حالی که 12 سال بیشتر نداشت دستگیر شد و بعد از 8 ماه با وثیقه سنگین توسط پدرش آزاد شد. پدر این خانواده آقای سید ابوالقاسم برهانی یک روحانی سرشناس و مبارز بود که از همان ابتدا به مخالفت با خمینی و سیاست‌های ارتجاعیش پرداخت و به همین خاطر خمینی دستور داد خلع لباس شود. خدیجه برهانی نحوه شهادت محمد حسین در زندان گوهردشت و نقش دشخیم حمید نوری را همچنان که در سال 1378 در کتاب قتل عام زندانیان سیاسی هم منتشر شده است توضیح داد. وی افزود بعد از دوندگی های زیاد فقط ساعت مچی محمد حسین را که در زمان اعدام به دست داشته به پدر و مادرم دادند.